انسان ها دو طبقه هستن. حالا من دو طبقه رو عرض میکنم. یکی انسان هایی که اسیر هویت ذهنی هستن، همون بچه‌ای که توی خانواده بزرگ میشه و روانش و ذهنش در خانواده و محیط شکل میگیره، مثل 99.99% آدم ها. 1% انسان ها، شاید هم کمتر، مراحلی رو که جناب مولانا و شمس و بعضی از این عزیزان طی کردن طی میکنن، یعنی هویتشون اسیر هویت ذهنی و فرهنگی و روانی محیط نیست. اینها انسان هایی هستن که اکثریت رو تشکیل میدن. این انسان ها هویتشون مخلوق محیطه، یعنی محیط خالق ذهن ماست، من هست. ولی اون 1% یا تو 10,000 نفر شاید 1 نفر پیدا بشه، اینها هویت درونیشون بر اساس خودشناسی و استعداد ذاتی هدف از خلقت اینها بوده شکوفا میشه و این انسانها خالق محیط هستن. شما در تاریخ بشری ما نمونه اینها رو داریم، انسانهایی که به دنیا آمدن و هویت درونی شکوفا شد، ضمیر آگاهشون تسلط پیدا کرد بر ضمیر ناخودآگاه و حتی ضمیر ناخودآگاهی در اینها نیست، بلکه همه چی آگاهه و در آثارشون میبینید که حتی این انسانها مسلط هستند بر زمان، یعنی پیشبینی هایی کردن که عملی شده. بعد از سالها ما اینو شاهد هستیم که تو اون بحث نظرم این نیست که برم. ولی انسان هایی که اکثریت رو تشکیل میدن و هویتشون هویت ذهنی است و بر اساس تربیت، محیط، پدر، مادر شکل گرفته، این انسان ها ازشون بپرسید شما کی هستی، میگه من یه مرد هستم، من یه ایرانی هستم، من این سنمه، من این داراییمه. یعنی هویتشون بر اساس داشتنی هاست نه بودن ها، و این اکثریت جامعه رو تشکیل میده. و اون 1 در 1,000,000 که اون هویت درونی شکوفا شده، اون استعداد ذاتی شکوفا شده که هدف از خودشناسی است، که این مراحل خودشناسی طلب و عشق و معرفت و توحید و استغنا و حیرت و فقر و فناست، این مراحل رو در یه حدی طی میکنن. بعضی در وادی توحید یا استغنا میمونن، بعضی در وادی معرفت میمونن، بعضی در وادی عشق میمونن، بعضی تا آخر عمر در وادی طلب و جستجو هستن، بعضی تجربه حیرت رو میکنن و بی نهایت کم انسان هایی هستن که به اون مرحله فقر و فنا میرسن که جناب شمس ادعا میکنه یا هویتش نمایانگر اون هویت. از این جهت نتیجه‌ای که میخوام از این مطلب عرض بکنم اینه که توی 1,000,000 انسان شاید 1 نفر، شاید 5 نفر این مراحل رو از در مورد خودشناسی طی میکنن، ولی بقیه اسیر هویت ذهنی و هویت روانی تحت تأثیر تربیت و فرهنگ هستن. ارزش های اخلاقی، مسائل وجدانی، ارزش های بودنی. و شما اگر به اوضاع اجتماعی نگاه کنید میبینید که اکثر انسان ها اسیر داشتنی ها هستن. همسر من، بچه من، خونه من، ماشین من، این داشتنی هاست که من دارم به من معنای زندگی کردن رو میده. سعی میکنم بهترین رو داشته باشم، سعی میکنم بیشتر داشته باشم. اینها انسان هایی هستن که مخلوق محیط هستن و این انسان ها وقتی به مقام رهبری جامعه میرسند همین هویت ادامه داره. یعنی مهم منافع من و خانواده من هست یا نژاد من هست. و اگر شما به اوضاع احوال جامعه جهانی امروز نگاه کنید، دقیقاً بر همین اساس هست که جامعه جهانی شکل گرفته در حال حاضر. منافع اکثریت مورد نظر نیست، صلح عمومی مورد نظر نیست، یه اقتصاد متعادل و عادلانه در جهان مورد نظر نیست. منافع ابرقدرت مهمه، برای اینکه اینها کسانی هستن که از تحت تأثیر هویت ذهنی به قدرت رسیدن از طریق پول، شهرت و بقیه مسائل. یک انسان رو کره زمین شما نمیتونید در تاریخ بشری پیدا بکنید که اسیر باور نیست. حتی در تکست دیدم دوستان نوشتن کسی اگر پیدا کنید که اسیر باور نیست، اون انسانی است که این مراحل رو طی کرده، به فقر و فنا رسیده و اون انسان خالق محیطه، نه مخلوق محیط مثل من.
اون انسان در مدارج عرفانی یا خودشناسی به جای رسیده که این انسان به فقر و فنا رسیده. این انسان خالق محیطه. آثار این انسان رو اگر مشاهده کنی، نفوذی که داره و اون هویتش جذابیت، جذابیت یعنی عشق، جذابیتی هویت اون انسان داره و آثاری داره و نفوذ کلامی داره که در تاریخ بشری میبینید بعد از اینکه اون هزاران سالی که از این دنیا رفته ولی هنوز میلیاردها تحت تأثیر اون انرژی اون شخص جنگ میکنن، عشق میورزن، قوانین رو تغییر تحول میدن، یعنی تأثیر بعد از هزاران سال هنوز روی تمام انسانهای کره زمین داره. اینها انسانهای استثنایی هستند در تاریخ بشری، همینطوری که مولانا آثارش بعد از 700-800 سال هنوز جذابیت داره، هنوز اکثریت رو به خودش جذب میکنه، یا خیلی از بزرگان دیگه تاریخ. از این جهت وقتی که یک تئوری، همه انسان اسیر باورن به جز اون انسانهایی که به یقین رسیدن، یقین دارن در مورد اون ارزشهایی که باورمند بودند بر اثر تجربه و بر اثر خیلی از مسائل دیگه به یقین رسیدن. راه رسیدن به یقین رو بهش میگن چهار وادی، یا نفس در مورد بعضی انسان‌ها، یا عقل، یا عشق، یا بهش میگن عرش فؤاد. چهار راه در مورد انسان‌ها هست برای رسیدن به یقین، یعنی من 100% به این ارزش‌ها یقین دارم و تمام زندگی این انسان ها که به این درجه رسیدن هدفشون وقف خلاقیت میشه، درگیر بحث و گفتگو و مجادله نمیشن، بلکه از اون لحظه که از خواب پا میشن تا لحظه که میخوابن یا تا لحظه که زنده هستن تمام زندگیشون وقف خلق کردن میشه. این انسان ها خالقن. ولی اون اکثریت که اسیر باور هستن و هیچ کسی رو کره زمین نبوده که اسیر نباشه، حتی اگر صاحب چندین دکترا در رشته فیزیک و ریاضیات و بقیه شده، این انسان ها اسیر. یعنی اگر شما بخواید منافع جامعه رو در نظر بگیرید، اگر هدف شما این باشه که من میخوام خوشبخت باشم و میرم توی جزیره تک و تنها زندگی میکنم، خب هر کاری میخواید بکنید تأثیری تو محیط اجتماعی نداره، فقط رابطه ایست بین شما و طبیعت و کسی هم کنترل نداره. ولی وقتی در جامعه زندگی میکنید و هدفتون منافعی است که برای جامعه داشته باشید و تأثیر باور شما، اون چیزی که شما بهش باور دارید تأثیر میذاره در محیط، در بهلاور و بچه ها و خانواده خودتون، اون باور، اون ارزش ها باید با یه هیئت حاکمه که اون باید جدا باشه از باورها، یعنی جدایی دین از حکومت باید جدا باشه، باید باور من از نظر علمی منطقی تضاد و تناقضی درش نباشه، در غیر این صورت وجود من در این جامعه باعث صدمه زدن در وهله اول به خانواده خودم میشه. یعنی باور باید هماهنگی داشته باشه با علم و عقل. این رو بارها خدمتون عرض کردم و باز هم عرض میکنم، شما یک انسان پیدا نمی کنید که اسیر باور نیست. از هر انسانی بپرسید که اگر مردی چی میشه، هر چی میگه یه باوره. از هر انسانی بپرسید وقتی خوابت برد چی میشه، یک باوره. حتی علم امروز هم یه علم مطلق نیست، متکی است بر خیلی از تئوری ها و مطلق نیست. اینکه H2O میشه آب، این مطلقه، ولی اینکه چه خواهد شد، زمان چیست، آینده چیست، آیا اصلا آینده هست یا چه مسائلی پیش خواهد اومد در آینده، اینا علم در محدوده زمان سیر میکنه. از این جهت چون انسان به جز اون یه نفر که عرض کردم که به یقین رسیده به هویت خلاق داره، بقیه اعضای جامعه، یعنی از چندین میلیون فقط یک نفر مستثنا هست که به اون وادی فقر و فنا رسیده و از خود بی خود شده و اون شخص صفاتش و آثارش متفاوته از همه. بقیه انسان ها اسیر باور هستن. این یک باور هویت ذهنی است. عرض کردم مسئله ضمیر آگاه و ناخودآگاه، و مسئله که میخوام نتیجه بگیرم اینه که اگر انسان ها باوری دارن، این باور یک تئوری است، یقین نیست، یک تئوری است. این تئوری باید مورد تصویب طبقه دانشمندان، قانونگذاران و عقلا قرار بگیره
و اونا تعیین کنن که آیا این تئوری و این باور ضرری برای نظم جامعه، صلح در جامعه و تعادل در جامعه داره یا نداره. اگر ضرر نداره، باید مورد پشتیبانی قانون اون جامعه قرار بگیره. در غیر این صورت باید محدود بشه آزادیهاش و تواناییهاش. وگرنه هیچ انسانی نیست که اسیر باور نباشه. و من شخصا زندگی روزمره نمیتونم اسم کسی رو ببرم که آشنا هستم و ایشون رو میشناسم و بگم ایشون به یقین رسیده و هویتش، ثمره هویتش در جهت خلاقیت داره سیر میشه.